همراهان جشنواره 40 بعد از فیلم بسیار خوب الافزار در کنار یکی از بازیگرای خوب این کار هستم، خانم صدف اسبخودی. سلام عرض شد، امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنون که وقتتون رو به ما اختصاص دادید. خواهش می‌کنم. سلام خدمت شما و بیننده محترمتون. خیلی خوشبختم که باهاتون آشنا شدم و در مورد مصاحبه کردم. متشکرم. فکر می‌کنم یه جورایی گل کار و نقش اصلی این فیلم الافزار خود شما بودید. برامون از ابتدا بگید که چی شد که به این گروه پیوستید و این نقش رو قبول کردید. خواهش می‌کنم که نظر لطفتون واقعا، ولی من تقریبا از سالیان پیش با آقای کاظم دانشی آشنایی داشتم و سابقه همکاری داشتم باشون. چند تا فیلم کوتاه برشون بازی کردم. فیلم کوتاه راهانا خیلی جایزه گرفت، هم توی کارگردانی هم نامزد بازیگری شد توی جشنواره آزاد فیلم. آقای دانشی واسه این سینماییشون به من گفتن که من یک نقشی دارم که احساس میکنم تو ممکنه پسش بر بیای، ممکنه. این پیشنهاد کاری 100 درصد ندادن و گفتن که یک شرایط سختی داره، اونم این که یک روال تمرینی رو باید انجام بدی و بعد از اون ببینیم که آیا تو میتونی نقش رو بازی بکنی یا نه. و شرایطی که برای من وجود داشت این بود که من باید اول از همه فیزیکم رو نزدیک میکردم به اون نقش و بعد باید میرفتیم و یک سری معتاد میدیدیم تو محله های مثال شوش و کمپ های مختلف، گرمخونه، اغلب گرمخونه ها رو من خودم حتی تنهایی هم شده بود رفتم صحبت کردم باشون، به یک ادبیات مشترکی تازه برسیم سر اینکه کاراکتر فریبا به چه صورت قرار است بازی بشه و بعد من همینام شروع بکنم و ببینن تیم و آقای دانشی که من میتونم این نقش رو بازی کنم یا نه. این فرصت تقریبا 8 ماه طول کشید و من نزدیک 23 کیلو دقیقا وزن کم کردم. آره، شبیه 10 کیلومتر دویدم با یک رژیم غذایی سخت که صرفا فیزیکم شبیه بشه به کاراکتر فریبا. و بعد از اون هم حالا تمرینایی که داشتیم از دیدن فیلم، هر چی که نقش معتاد داشتیم چالا تو سینما ایران چه تو سینما جهان، همه رو نگاه کردم، تحلیل کردیم و این سختی که میگم و میزم زیاد صحبت کردم راجبش، نقش خاص داره. اینه که مخصوصا نقشه مثل معتاد که قابلیت تبدیل شدن به تیپ رو دارن، اینه که خب بعد تلاش بکنی که اولا تیپ بازیش نکنی، کلیشه نشه، دوم اینکه شبیه کاراکترهایی که درست بازیش کردن بازی نکنی، یه چیز منحصر به فرد و برای خودت باشه و درست. این سخت، خیلی سخت بود برای من واقعا، جدای از اینکه اصلا حالا خود فریبا رو درست بازی بکنم، اینکه شبیه معتادهایی که تالو بازی شده نباشه. تمام کار رو انجام دادم و بعد از تقریبا 8 ماه بود که حالا آقای دانشو من گفتن که تازه از نظر من اوکیه، ولی باید ببینیم آیا این تیم هم این ریسک رو میپذیره که این نقش سخت رو یک بازیگر حالا کار اولی حساب میشه توی سینما بخواد این نقش رو بازی بکنه. و حالا بعد میرفتن جلسه با گروه و من اول جلسه که با آقای رادان داشتم خداشو خیلی خوب پیش رفت. ایشون گفتن که البته به من نمستقیم، ولی بعدا مثلا گفتن که خب ما هر کسی که بخواد این نقش رو بازی بکنه، حالا نه صرفا بحث مطرح بودن اون فرد نبود، کسی که قرار بود نقش رو بازی کنه باید تمام این کاری که من انجام دادم رو انجام میداد. آقای رادان فیلم کوتاه من دیده بودن، بهشون نشون داده بودن بچه‌ها، گفتن که خب این ریسک رو بپذیریم چون همون کارا رو انجام داده دیگه، خب آماده است الان ما یک بازیگری داریم بعد از تغییرات آقای رادان. بله. و خدا رو شکر خداش تیم همراه بود به شدت، یعنی من واقعا با آرامش کامل سر صحنه میرفتم و انقدر گروه بازیگری مخصوصا همدل بود، همراه بودن همشون که من اصلا احساس نمی کنم کار اولمه واقعا، مخصوصا آقای زمین پرداز که نقش محسن بود انقدر با من راحت بود. حالا من با آقای زمین پرداز از قبل هم دوستی داشتم، همکاری داشتم باشون، ولی واقعا به عنوان یک پارتنر بی نظیر بود کمکاشون و حمایتاشون. خدا رو شکر من از خروجی راضی هم، امیدوارم که حالا شما و بقیه هم دوست داشته باشن کار. بله قطعا. دیالوگایی که نقشتون داشت خیلی نمک هم بهش اضافه شده بود، حاصل
نظرات خودتون هم بود یا اینکه نه کاملا در فیلمنامه نوشته شده؟ قطعا که بیس اصلیش 70% درصدش برای فیلمنامه بود اصلا، ولی خب خیلی جاها بود که مثلا خود دانشی میگفتش که مثلا چون انقدر من نزدیک شده بودم به این کاراکتر فریبا که ناخودآگاه حتی صحبت عادی من انگار با اون لحن بود و خیلی موقع بهم میگفتش که مثلا الان فریبا اینو چی میگه انگار یا چه چیز نمکی میتونه بگه اینجا. چنین اتفاقایی پیش میومد آره، که مثلا گاهن دیالوگ های شکلی بداهه، حالا نه صرفا فقط برای نقش من، برای همه کاراکتر اضافه میشد، چون این مدل کارگاهی هدایت کردن آقای دانشی خیلی دیگه من سابقه همکاری داشتم، خیلی برای من جذاب هدایت بازیگرش، ولی بیس اصلیش بر خود فیلم. از تجربیاتتون بگید، زمانی که خب حالا با افرادی که معتاد بودن شما آشنا شدید، صحبت کردید، نمیدونم ریتم راه رفتن رو شاید از اونا الگو برداری کردید یا حالا تیپ های دیگر؟ ما چیز اتفاقی که افتاد اینه که اصلا این حالتی نبود که یک کاراکتری رو پیدا بکنیم بیرون بگیم خب این آدم قراره که ما آفرین بگیم این الگو باشه، نه ما هر کدومش رو از یکی برداشتیم، یعنی مثلا من مجبور شدم لحن و صدا رو تلفیق بکنم، چرا؟ چون کاراکتر فریبا توی فیلمنامه به این صورت بود که شیشه میزد و هروئین، هر کدوم از اینا یک ویژگی ایجاد میکنه روی صدا، تمام این تحقیقات رو انجام دادم. آره بعد میبینم که مثلا الان خب از مثلا از صبح که فریبا اومده توی دادگاه تازه مواد رو مصرف کرده و تا این 3 ساعت 4 ساعتی که اینجاست تموم میشه میره بیرون به حالت خمار داره در میاد، خب از اول این خش صدا باید چه اندازه‌ای باشه، موقع خستگیش باید این فراز و نشیبش، همه اینا رو میگم از مجموعه تحقیقاتی بود که یه گوشه هایش هم از این آدم ها برداشته شده بود، بدن از یکی، صدا از یکی، جنس نگاه و اون حالت قفلی زدن و فریک زدن که این باز به خاطر شیشه مخصوصا تو شروع مواد تلفیقی برداشتم. آره این شکلی رسیدم بهش، یه دفترچه کامل داشتم همه رو دونه دونه توش یادداشت کرده بودم. از گریم کارم بگیم، گریم سنگینی بود؟ گریم مونای جعفری، 3 ساعت و نیم گریم من طول میکشید، مونای جعفری هر روز 3 ساعت و نیم گریم شدید، میرفتید سر کار کار رو انجام دادید دوباره مونای جعفری بی‌نظیر، مونا واقعا حرفه‌ای تو این کار گریم کرد همه رو، نه صرفا واسه نقش من، برای خیلی مخصوصا نقش خانم تماسبی، مادر تماسبی بی‌نظیر بود کار مونا، واقعا با جون و دل تلاش کرد مونا جان و من خیلی از باورپذیری نقش رو واقعا مدیون مونا. آره نیما دارم خواهیم از خود نقش بگیم، نقشی بود که حالا سعی کنیم که لو ندیم داستان رو، ولی اون حس مادرانه در همچین کاراکتر خیلی شاید تفاوت رو برای مخاطب می آورد بالا. آره نیما از اون بگید اصلا همچین آدم هایی رو دیدید که هم مادر باشن ولی توی اون شرایط قرار گرفته باشن؟ بله میخواستم همین رو بگم، اصلا مادرانگی رو نمیشه از یک زن جدا کرد به صرف اینکه خب معتاده، نمیشه بگیم که بس مادرانگی نداره، شاید توی یک سری کیس های خاص این اتفاق پیش بیاد که من خودم تجربه شخصیم بود و این موضوع رو دیدم، حالا تعریف میکنم براتون، ولی مادرانگی جزی از ذات زنه و قطعا که فریبای داستان ما مادرانگی رو داشت و نقطه جذابش اتفاقا همینجا بود که در عین اعتیاد و اون کارتون خوابی داشت تلاش میکرد برای زندگی بهتر بچهش که فریبای دیگری متولد نشه. این مادرانگی بر منی که خب مادر نبودم یه ذره به وجود اومدن حسش تو خودم یه ذره سخت بود، ولی بازم به خاطر همون فضای خوب پشت صحنه که داشتیم و من با بازیگر بچه‌ام که آدرینا توشه بود و بی‌نظیر بود آدرینا، انقدر صمیمیتی که با هم دیگه به وجود اومد، اصلا من به خودم اومدم دارم این حسه رو دارم بهش، انگار اصلا تلاشی نکردم واسه به وجود آوردن یا بازی کردن حس مادرانه. آره ولی اتفاقا تلخی که دیدم دم یکی از همین گرمخونه ها یک مادری دیدم که با بچهش اومده و توی گرمخونه خوابیده بود که اونجا دلالی کلیه میکرد و در حقیقت بچهش رو آورده که اینه که اونجا کلیه میخره ازش، کلیه بچهش رو میخواست بفروشه. این خیلی از خاطرات تلخ اون روزایی بود که میرفتم، چون من به دنبال مادرانگی بودم و یهو 180 درجه برعکسش هم دیدم
متاسفانه. چه پیش بینی دارید از اتفاقاتی که برای این فیلم در جشنواره میفته؟ حالا تو بخش جایزه یا تو بخش آنا؟ غیر از پیش بینی که دعای قلبی و آرزوی قلبی می که اتفاق خوب بیفته قطعا برای کل فیلم و گروه که واقعا زحمت کشیدن و لایقش هستن، نه به خاطر اینکه جزی از کارم، به عنوان یک مخاطب که امروز برای اولین بار دیدم فیلم رو احساس میکنم که کاندیدی متعدد همش باشه. آره حالا تو اغلب قسمت ها، ولی امیدوارم اتفاق خوب بیفته دیگه. حالا پیش بینی قطعی که نمیتونیم بکنیم چون من هنوز قسمت نشد فیلم های دیگر رو ببینم، ولی فیلم های خوبی شنیدم که هست امسال. الان نمیتونم خیلی پیش بینی مشخص بکنم، ولی امیدوارم که اتفاق خوب بیفته. ما هم امیدواریم. سوال آخرم، نظرتون در مورد بازی آقای پژمان جمشیدی؟ بی‌نظیر. آقای جمشیدی ثابت کردن به شدت انسان توانمند و هنرمندی هستن. اینکه از اون جنس بازی که ایشون داشتن که کاملا متفاوت بود با این نقش جدی، 180 درجه تغییر، بی‌نظیر. یکی از خوششانسی های فیلم الافزار به نظر من وجود آقای جمشیدی و قبول کردن پیشنهاد بازی بود که ایشون قبول کردن و بازی کردن، و بزرگترین افتخار زندگی من بود همکاری با ایشون، چون واقعا یک انسان و یک انسان شریفن، واقعا یک انسان کامل، و همکاری باشون و معاشرت کردن باشون به شدت لذت بخش و آموزنده است. جدای از بازیگری آدم واقعا ازشون درس اخلاق میگیره. بله ان شاء الله که هم شما هم آقای جمشیدی هم کل عوامل فیلم الافزار موفقیت های زیادی داشته باشید. یک دنیا خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. ان شاء الله که اتفاق خوب برای همه فیلم ها بیفته. فیلم ها رو هم دوست داشته باشید. مرسی. خواهش میکنم.